هزار و یک شب. چون شب 636 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت. ملک دامغ ماجرای مادر به او حدیث کرد و گفت مردوس دختر خود به عجیب تزویج کرد و اکنون قصد عروسی دارد. قریب چون سخن عم خود بشنید، عقل از سرش برفت و بی خود بی افتاد و نزدیک بود که هلاک شود. پس از ساعتی به خود آمد و بانگ بر لشکر زد و به ایشان گفت سوار شوید. ملک دامغ گفت ای پسر برادر، صبر کن تا من نیز مهیا شوم و با مردان خود در رکاب تو باشم. قریب گفت ای عمه نیکو خصال، مرا مجال صبر نماند. تو مهیا گشته در کوفه خود را به من برسان. پس قریب به شتاب هرچه تمام تر روان شد تا به شهر بابل رسید. مردمان آن شهر از آمدن قریب هراس کردند و نام ملک آن شهر ملک جمک بود. 20,000 سوار دلیر در زیر حکم داشت. قریب در داخل شهر بابل لشکران را به فرود آمدن بفرمود و کتابی به ملک شهر بابل نوشته چون رسول به شهر در آمد، بانگ برزد که من رسول ملک قریبم. دربانان او را به سوی ملک جمک بردند و ملک را از آمدن رسول بیاگاهانیدند. ملک او را بخواست. چون رسول در نزد ملک حاضر شد، زمین ببوسید و کتاب ملک قریب به وی بداد. ملک کتاب گشوده بخواند و مضمون کتاب این بود که پس از ثنای پروردگار، بدان که این کتاب از نزد قریب ابن ملک گندم خداوند عراق و پادشاه کوفه است و به سوی ملک جمک که در ساعت رسیدن این کتاب به سوی تو، تو را جوابی نباید به جز این که بودها بشکنی و به خدای یگانه پرستش کنی، وگرنه امروز را بر تو بدترین روزها کنم. درود بر کسی که از راه هدایت پیروی کند. چون ملک جمل کتاب بخواند، چشمانش بگردید و گونه‌اش زرد گشت و بانگ بر رسول زد و به او گفت که به سوی امیر خود بازگرد و به او بگو که فردا هنگام بامداد من و او را جدال است. در حال رسول بازگشت و قریب را از ماجرا آگاه کرد و قریب قوم خود را به تهیه قتال بفرمود. پس از آن ملک جمک فرمود خیمه ها در برابر خیمه های ملک قریب بزدند و لشکر از شهر به سان دریای مواج به در آمد و آن شب را هر دو گروه به آهنگ جنگ بخفتند. چون بامداد شد هر دو گروه سوار شدند و صفها بیاراستند و طبل‌های جنگ فرو کوفتند. نخستین کسی که به مبارزت به در آمد غول کوهی بود و درختی بر دوش داشت. در میان دو گروه بانگ برزد که من سعدان قولم، اگر کسی به مبارزت من خواهد آمد به زودی براید. آنگاه سعدان قول بانگ به فرزندان خود زد و گفت هیزم و آتش آورید و بیفروزید که من بسی گرسنم. هیزم جمع آورده در میان میدان آتش بیفروختن. آنگاه دلیری از کافران به مبارزت قول برآمد و عمودی آهنین 40 منی بر دوش داشت.
بر سعدان حمله کرد و به او گفت: ای سعدان، مادرت بر تو بگرید. چون سعدان سخن او بشنید، برآشفت و درختی را که بر دوش داشت بر هوا برده بر آن دلیر فرود آورد و درخت به عمود برآمد و درخت و عمود هر دو بر سر دلیر برآمدند. استخوان‌های او را در هم شکستند و آن دلیر مانند نخل بریده بر زمین افتاد. سعدان قول بانگ به غلامان زد که این گوساله فربه را بر آتش نهید و او را بریان کنید. غلامان سعدان به زودی پوست از آن کافر برداشته او را در آتش بریان کردند و پیش سعدان قول بیاوردند. سعدان او را پاک بخورد و استخوان او را بمکید. چون کافران حال سعدان بدیدند، اندامشان بلرزید و حالتشان دگرگون شد و گونه ایشان متغیر گشت. با یکدیگر بگفتند: هر کس که به مبارزت این غول رود، غول او را بخواهد خورد و استخوانهای او را بخواهد مکید. پس لشکریان کفار از قتال بازی استادند و از سعدان قول و فرزندانش به هراسندر شدند و به سوی شهر خیشتن گریختند. انگاه قریب بانگ بر قوم خود زد و به ایشان گفت: به گریختگان هجوم آورید. سواران عرب و دلیران عجم روی به ملک شهر بابل و لشکر او گذاشته تیغ بر ایشان بنهادند و 20,000 تن از ایشان بکشتند و به شهرندر شدند و به قصر ملک جمک هجوم آوردند. سعدان قول با عمودی آهنین روی به قصر نهاد. ملک جمک پیش آمد. سعدان قول عمود به وی بزد و او را به زمین انداخت و به هر کس که پیش می آمد عمودی بیش نمی زد. در آن هنگام از مردمان آواز الامان الامان بلند شد. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی. تنظیم مجتبی میرسمیعی.